در بازی پرسپولیس و تراکتور اختیار بازیکن از جانب داور مسابقه صحیح می باشد، چرا که بازیکن هنگام برخاستن از زمین مرتکب خطا و رفتار غیر ورزشی می شود. کارت زرد برای شدت و محل برخورد کفایت می کند. در مقابلش بدن رو نیمتیر کرده، تغییر مسیر میده، پاس تو درون محوطه موقعیت برای ترابی. ادامه بازی از جانب داور در محوطه جریمه صحیح بوده و مدافع مرتکب خطایی مبنی بر پنالتی نمی شود. در دقیقه 95 اخطار به دروازه‌بان از دیدگاه بنده اشتباه می باشد، چرا که باید فرض را بر صحت بنا نهاد. داور در جایگاه پزشک نیست که واقعیت یا عدم واقعیت مصدومیت را تشخیص بدهد. لازم به ذکر است تعجب پزشک تیم پرسپولیس در نوع خود جالب می باشد. موقعیت رو ببینید، برای هوادار تک به تک، عجب فوتبالی، بازی یک یک مساوی شد. در مسابقه شمس آذر و هوادار با توجه به زمانی که مدافع به توپ ضربه می زند، مهاجم در وضعیت آفساید قرار داشته که در ادامه کسب منفعت می کند، لذا گل صحیح نمی باشد. بازی رو به جریان میندازند، فرار عبدالکریم اسلامی، همه میخیزند، نظر داور چیه؟ در دقیقه 24 بازی مدافع با بی احتیاطی در محوطه جریمه پشت پای مهاجم را میزند که تصمیم صحیح اعلام ضربه پنالتی میباشد. حالا امین قاسمی نشد که پاس رو به جلو برای سفید چوغایی، توپ رها شده برای کریم اسلامی، تک به تک کریم اسلامی و بالاخره پنالتی. در دقیقه 49 اعلام پنالتی و ارائه کارت زرد از جانب داور صحیح می باشد. به تیم اتفاق افتاد، دوباره پاس رو به جلو از قاسمی نژاد، آفساید، کمک پرچم زد. در دقیقه 52 اعلام آفساید از جانب کمک داور اشتباه می باشد. حمله یه پاس توی عمق عالی برای آقای پور، خود آقای پور است و دروازه یه لحظه، ضربه پنالتی برای استقلال خوزستان. در مسابقه استقلال خوزستان و آلومینیوم عراق در دقیقه 23 اعلام ضربه پنالتی از جانب داور اشتباه می باشد که خوشبختانه با همفکری کمک داور دوم این مورد اصلاح می شود. در دقیقه 57 اعلام آفساید از جانب کمک داور اول اشتباه می باشد، چرا که مدافع با پای راست خود آفساید را پر کرده است. باسم خود ساویو از همونجا یه ارسال توندوتیز، فرصت هست برای استقلال خوزستان و دروازه‌ای که باز میشه بالاخره. در دقیقه 69 گل استقلال خوزستان صحیح میباشد. دروازه آلومینیوم شد، خوشگف خیلی راحت میتونه ضربه‌شو بزنه، عکس‌العمل خوبی هم نشون داد گوهریوش. روبرتو بین دو سه بازیکن توپ رو عبور میده، یه پاس خوب، فرصت برای خود ساویو، یه ضربه دیدنی، فوق‌العاده بود. در دقیقه 72 گل استقلال خوزستان صحیح میباشد و خطای آفساید صورت نگرفته است. برده به دنبال تو، اونجا یک لحظه به نظر میاد خطای پنالتی، بله بله خطای پنالتی شکل میگیره برای گلگوهر سیرجان. در بازی گلگوهر و پیکان در دقیقه 88 اعلام پنالتی از جانب داور اشتباه بوده. مثل رفتان جان در اون محبت جریمه منتظر محمد، یه مدافع جا میذاره، یه پاس عرضی در دهانه دروازه. در بازی نساجی و مس در دقیقه 9 بازی خطایی مبنی بر هند صورت نگرفته، چرا که دست در امتداد بدن قرار دارد. در دقیقه 12 بازی بازیکن سفید در محوطه جریمه مرتکب خطای شبیه سازی می شود که داور می بایست بازی را قطع و ایشان را با کارت زرد جریمه می نمود.